متعلم و متربی بر سر صراحی قرار میگیره، لااقل بدونم ترجیح با کدومه. آموزش و پرورش کشور ما متاسفانه اصلا دغدغه هیچ کدوم از ستا رو در واقع نداره. راجع میکنید؟ و همطور که من مفصل در جای دیگری نزدیک 30 جلسه گفتم، آموزش پرورش کشور ما نه در فکر این است که انتقال میراث فرهنگی بده، نه در فکر اینه که به من یک قدرت یک زندگی خوب و خوش و ارزشمند رو بده، و نه بالفعل بکنه همه بلقوبگی های من و همه استعدادهای من رو شکوفا بکنه. اصلا آموزش پرورش در کشور ما آرزوش اینه که متخصص یک شغل و حرفه پیدا بشه. هر کدام از ما بشه متخصص یک شغل و حرفه. حالا چقدر در همین جهت هم موفقه یا نه، اون داستان دیگه. حالا برها قرازم این بود که اولین نکته در اخلاقی بودن تعلیم و تربیت من اینه که من حواسم باشه این ماده خام، ماده خام ارزانی نیست که به دست من افتاده که هر جور دلم خواست با ذوق و سلیقه و ترجیحات فردی بتونم این ماده خام رو درش تصرف بکنم. باید ببینم من میخوام از این ماده خام چی بسازم. این اولین نکته است. دومین نکته ای که وجود داره که اونم باید بهش توجه کرد اینه که در تعلیم و تربیت اخلاقی من چیز نیازموده رو نباید به معلم، به متعلم و متربی خودم، به شاگرد خودم انتقال بدم. یادتون میاد که سقراط میگفت که زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. یعنی تو باید خود تو باید امتحان کرده باشی، آزمون کرده باشی و بدانی که الف به است. اگر پس از آزمون فهمیدی الف به است، میتونی به شاگرد خودت بگی الف به است. بنابراین زندگی نیازموده یعنی زندگی هایی که ما خودمون آزمونش نکرده ایم، امتحانش نکرده ایم، اینو حق انتقالش به نسل بعدی رو نداریم. چرا؟ چون اگر آزمون نکرده باشیم نمیدونیم با مخاطبمون این آموزه ها چه میکنه، چون خودمون که آزمون نکرده ایم نمیدونیم آیا مخاطب ما رو نیکبخت خواهد کرد یا تیره بخت خواهد کرد، آیا زندگی خوب و خوشی بهش خواهد داد یا نه. چون نمیدونیم و این آموزه ها برای شخص خود من استاد، خود من معلم و مربی امتحان نداده است این آموزه ها، وقت چگونه آموزه امتحان نداده رو من انتقال بدم به دیگری؟ نت میکنیم. و اگر این طور باشه وقت نتیجه این میشه که تعلیم و تربیت نباید ایدئولوژیک باشه، چون ایدئولوژی ها آزموده نشده. تعلیم و تربیت اولین خصیصش بعد از اون خصیصی که عرض کردم باید این باشه که آری از ایدئولوژی باشه. ایدئولوژی ها فقط به ما رسیده اند، ما خودمون نیازموده ایم ایدئولوژی ها رو. توجه میکنیم. خب پس من باید بیازمایم و آنچه را که آزموده ام انتقال بدم، حتی اگر آزموده های من اندک هم باشن، من فقط حق انتقال همون اندک رو دارم. بقیه رو من نیازموده هم در بابش نفیان و اثباتن چیزی برای گفتن ندارم. انات میکنید. بنابراین تبعیت از القا پذیری ها، تبعیت از تلقین پذیری ها، تبعیت از تقلید ها، از تعبد ها، از افکار عمومی، از مدهای فکری زمانه، از روح زمانه، از بزرگان جامعه، از گروه های مرجع، هر کدوم از این تبعیت ها اگر انتقال پیدا کرد به نسل بعدی، به دست من، من تعلیم و تربیتم بی اخلاقی نبوده، چون این چیزها رو خودم هیچ کدامش رو آزمون نکرده بودم. تا چیزی رو خودتون نیازمایید اخلاقا نمیتونید به دیگری انتقال بدید، چون نمیدونید با دیگری چه خواهد کرد، چه با شخصیت و منش فردی او چه خواهد کرد و چه آثار و نتایج اجتماعی این نوع تعلیم و تربیت چه خواهد داشت. اینم نکته دوم. من فقط اشاره میتونم بکنم تا بتونم همه موارد رو بگم. نکته سومی که باید توجه بهش کرد اینه که تعلیم و تربیت باید با کمترین پیشفرض‌های ممکن صورت بگیره. با کمترین پیشفرض‌های ممکن. البته بدون پیشفرض تعلیم و تربیت امکان نداره، ولی با کمترین پیشفرض ممکن باید صورت بگیره. مثال شما بزنم. فرض کنید که تعلیم و تربیت شما مبتنی است بر اینکه خدا وجود ندارد. درسته؟ و
شاگرد خودتون رو بر این اساس داری تعلیم و تربیتش میکنید، بر این اساس که خدا وجود ندارد. حالا اگر فردا کاشف به عمل اومد که خدا وجود دارد، این آیا همه هستیش رو نباخته؟ یا اگر تعلیم و تربیتتون مبتنی باشه بر این که زندگی پس از مرگ وجود ندارد و بعد کاشف به عمل اومد از طریقی که من نمیدونم چه طریقی که زندگی پس از مرگ وجود دارد، آیا این تمام هستی سرمایش نسوخته؟ خب عکسش هم صحیحه. اگه تعلیم و تربیت شما مبتنی شد برای اینکه خدا وجود دارد و بعد کاشف به عمل اومد که خدا وجود ندارد، تعلیم و تربیتتون مبتنی بود بر زندگی پس از مرگ وجود دارد و بعد معلوم شد زندگی پس از مرگی وجود ندارد، راجب میکنیم؟ ببینید این پیشفرض‌ها پیشفرض‌های بزرگی هستند، پیشفرض‌های مهمی هستند و این پیشفرض‌ها هرچی کمتر باشند در تعلیم و تربیت، ما تعلیم و تربیت اون اخلاقی تربیت. مثال شما بزنم، فرض کنید حتی اگر محالم بدونید، فرض محال که محال نیست، فرض کنید که من یک روش زندگی سراغ داشته باشم که اگر خدا وجود داشته باشه شما با اون روش زندگی ضرر نمی کنید، اگر خدا هم وجود نداشته باشه بازم با اون روش زندگیتون ضرر نمی کنید، و اگر زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه بازم ضرر نمی کنید، زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشه هم بازم ضرر نمی کنید، اگر قضا و قدر در کار باشه ضرر نمی کنید، سرنوشت هم در کار نباشه ضرر نمی کنید. فرض کنید یک همچین سبک زندگی من سراغ داشته باشم، آیا این سبک زندگی انتقالش به شما اخلاقی نخواهد بود؟ چرا اخلاقی خواهد بود؟ به دلیل اینکه هر چه پیش بیاد شما زیان نمی‌کنید. اگر معلوم شد خدا وجود داره شما زیان نکردید، معلوم هم شد خدا وجود نداره بازم زیان نکردید، اگر معلوم شد زندگی پس از مرگ وجود داره زیان نکردید، زندگی پس از مرگ وجود نداره بازم زیان نکردید. پس این که ما با پیشفرض‌های به خطر اندازنده کارمون رو شروع نکنیم، و پیشفرض‌های به خطر اندازنده پیشفرض‌های بزرگی هستند که ما صحت و سقمشون رو نمیدونیم، ما از صدق و کذبشون خبر نداریم. خیلی ها زندگیشون رو بر اساس خدا وجود ندارد، زندگی شاگردانشون رو تنظیم میکنند بر اساس خدا وجود ندارد. حالا اگر فردا معلوم شد خدا وجود دارد، این شاگرد چه باید بکنه؟ نت میکنیم؟ و بلعکس. بنابراین هرچه بشه ما خودمون از این پیشفرض‌ها کنار بگیریم، یعنی هرچه بشه تعلیم و تربیتمون تعلیم و تربیت بی پیشفرض باشه، و البته همونطور که تأکید کردم بیش پیشفرض یعنی با کمترین پیشفرض، که هر کدام از اون پیشفرض‌ها صادق در اومد بازم شاگرد من زیان نکرده باشه، در این صورت تعلیم و تربیت من اخلاقی تره. توجه میکنیم؟ مثال خیلی ساده برای شما بزنم، خیلی ساده برای که تفهیم بشه. فرض کنید که من به زندگی پس از مرگ قائلم، به بهشت و جهنم هم قائلم، بعد بیام شاگردان خودم رو بگم که از این لذات دنیوی صرف نظر بکنید، از این خوراک ها، از این نوشاک ها، از این پوشاک ها، از این عرض کنم که مناسبات جنسی، از این استراحت، از این خواب، از این تفریح و تفرد، از همه اینا صرف نظر بکنید، برای اینکه هر که از اینا صرف نظر بکنه دوبل اون رو، تریپل اون رو، صد برابر اون رو، هزار برابر اون رو در بهشت دریافت می‌کنه. درسته؟ و فرض کنید که شاگردان من هم تحت تاثیر من همین کارو کردن، اومدن از تنعمات دنیوی دست برداشتن یا به حد ضرورت اکتفا کردن و گفتن آخه جایی هست که هر کدوم از اینا رو هزاران برابرش رو به ما خواهند داد. حالا بعد معلوم شد که اونجا نبود. فرض کنید اون وقت این زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت. عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی. خب یه همچه آدمی وقت من نمیگه که آقا چقدر ما ذوق باده داشتیم، ولی خب شما گفتید که باده های بهشتی هست، اون وقت ما صرف نظر کردیم. اینو مثال برای زدم که بدونیم که پیشفرض هرچه کمتر تو تعلیم و تربیت باشه، من تعلیم و تربیتم اخلاقی تره. چرا؟ چون ریسک و مخاطره‌ای که معطوف میشه به شاگرد من، این درصدش میاد پایین‌تر و مخاطره کمتر خواهد شد. اینم نکته. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که هر چه تعلیم و تربیت، نکته در واقع چهارم اینه که هر چه
تعلیم و تربیت بر فهم اتکا پیدا کنه، اخلاقی تر از تا بر حافظه اتکا پیدا بکنه. ترجمه میکنه تعلیم و تربیت اخلاقی، تعلیم و تربیتی که به فهم شاگرد تکیه میکنه نه به حافظه شاگرد. چرا؟ چون اگر حافظه جای فهم رو گرفت، یک زندگی آریتی پیدا میکنه شاگرد من. وقتی فهم پیدا میکنه زندگیش اصیل میشه. من چیزی را که با تمام وجودم فهم کرده ام، وقتی به مقتضاش عمل میکنم، یک زندگی به گفته اگزیستانسیالیست ها اصیل دارم. اما اگر خودم فهم نکردم، فقط به حافظم سپرده ام که در فلان مجلس باید فلان کار رو کرد، پیش فلان کس باید فلان سخن رو گفت، خودم عقیده من نشدم به این بر اساس فهم خودم و قوه فاهمه خودم، فقط در حافظم سپردم که در فلان مجلس فلان کار رو باید کرد، در بهمان مجلس بهمان کار رو باید کرد، عزا رو باید این گونه گرفت، عروسی رو باید اون گونه گرفت، قهر آدم این گونه باید باشه، آشتی آدم اون گونه باید باشه، جنگ آدم، صلح آدم. ولی هیچ کدوم از اینا رو بر اساس فهم خودم دریافت نکردم، فقط از طریق دیگران گرفتم و به حافظه سپردم و دائما با رجوع به حافظه دارم زندگی میکنم. این زندگی، زندگی آریتی خواهد بود به تعبیر فیلسوفان اگزیستانسیالیست، زندگی اصیل نخواهد بود. زندگی اصیل زندگی است که شاگرد گام به گام بفهمه چرا معلمش بهش گفت الف به است، و چرا بهش گفت جیم دال نیست، و چرا بهش گفت بعضی از واقع هند راجعه بکنید، باید خودش فهم بکنه تا زندگی زندگی اصیل بشه. در باب این زندگی اصیل آخره بحثم یه نکته خدمت رو خواهم. اینم ویژگی. ویژگی بعدی تعلیم و تربیت اخلاقی که خیلی شبیه به همین ویژگی گفتم اینه که تعلیم و تربیت باید بر اساس استدلال باشه، نه بر اساس اقتدار شخص استاد. توجه میکنید؟ اقتدار گفتم، نه قدرت ها. قدرت مادی منظورم نیست، قدرت فیزیکی منظورم نیست، اتوریته منظورمه. تعلیم و تربیت باید مبتنی بر استدلال باشه، نه مبتنی بر اقتدار. یعنی شاگرد باید بگه الف به است، نه چون معلمم گفته الف به است، نه چون مربیم گفته الف به است. یعنی نباید الف به است ها رو به اعتبار اقتدار معلم، اقتدار مربی، اتوریته ای که معلم و مربی داره قبول بکنه. شاگرد باید بگه الف به است چون الف جیم است و جیمم به است، پس میشه الف به. در واقع بر اساس استدلال باید بپذیره، نه بر اساس اینکه امر از این قرار است، وضع بر این منوال است، چون معلمم گفته وضع از این قرار است، یا مربیم گفته وضع بر این منوال است. اینات میکنید؟ اگر دقت بکنید تعلیم و تربیت اخلاقی مبتنی بر استدلال به جای تعلیم و تربیت مبتنی بر اقتدار، اتوریته، در واقع عبارت اخرای تعلیم و تربیت مبتنی بر فهم است در برابر تعلیم و تربیت مبتنی بر حافظه. توجه میکنید؟ اگر تعلیم و تربیت مبتنی بر فهم شد و نه بر حافظه، نتیجهش این خواهد شد که تعلیم و تربیتی خواهد شد مبتنی بر استدلال نه مبتنی بر اتوریته. چرا؟ برای اینکه زندگی اجتماعی دارای اتوریته زندگی اجتماعی سخت شکننده و ترد. برای اینکه زندگی اجتماعی دوام داشته باشه و بقا داشته باشه، به جای اینکه بر اقتدار و اتوریته شخص یا اشخاصی ابتنا داشته باشه، باید بر استدلال ابتنا داشته باشه. توجه می بکنید؟ ببینید، اگر یه گروهی از مردم جامعه ما گفتن الف به است چون فلان کس گفته الف به است، یه گروه دیگه گفتن الف به نیست چون بهمان کس گفته الف به نیست، و فقط بر اساس اقتدار اینا پذیرفته باشن، اینا زندگی اجتماعی مشترک و همبسته نمیتونن داشته باشن. چرا؟ چون اونا همچنان بر الف به استشون تکیه میکنن به اعتبار مرشد خودشون، پیر خودشون، شیخ خودشون، مراد خودشون، هر کی. اینا بر اساس الف به نیست خودشون زندگی میکنن، باز بر اساس اتکایی و اعتمادی و وابستگی که به کی دادن؟ به شیخ خودشون، پیر خودشون، مراد خودشون، هر کسی.
خب جامعه ای که یه نصفش بی دلیل میگه الف به است، یه نصف دیگه‌ش هم بی دلیل میگه الف به نیست، این ملات زندگی اجتماعی رو از دست داده همچین جامعه. یه همچین جامعه ای سلیشوم نداره، همبستگی اجتماعی درش مفقوده. نات میکنین؟ چون نه الف به است ها میدونن چرا میگن الف به است و نه الف به نیست ها میدونن چرا دارن میگن الف به نیست. اونا میگن شیخ ما گفته الف به است، اونا میگن شیخ ما گفته الف به نیست. خب چون خودشون در درون خودشون ترازو ندارن، نمیتونن بگن بیاید با هم گفتگو کنیم ببینیم بالاخره حق با شماست یا با من، چون هیچ کدامشون ترازوشون تو خودشون نیست. ترازوی گروه اول تو ذهن و ضمیر شیخشونه، ترازوی گروه دوم هم تو ذهن و ضمیر شیخشونه و شیخاشون که نیستن که با هم تعاطی کنن، نیستن با هم داد و ستد فکری بکنن. جامعه هایی مثل جامعه های ما که سرشار از اقتداره، اینا خود اقتدار پراکنده شدن در جامعه، خود این که هر گروهی مرادی داشته باشن، مرشدی داشته باشن، شیخی داشته باشن، پیری داشته باشن، هرچی داشته باشن، این همبستگی اجتماعی رو از بین میبره. من بارها گفتم یکی از بزرگترین علل شکست ما در 200 سال اخیر در عرصه اجتماعی و فرهنگی اینه که ما سخت متعبدیم. هر گروه متعبدیم، یکی به حسن، یکی به حسین، یکی به تقی، یکی به نقی، و هیچ کداممون نمیتونیم دست از تعبدمون برداریم. از این نظر هر وقت بشه اقتدار را، اقتدار خودشو در قالب تعبد نشون میده، در قالب تقلید نشون میده، در قالب تبعیت‌های بی‌دلیل نشون میده، در قالب تعصب نشون میده، یعنی وفاداری های بی جهت به شخص خاصی نشون میده، اینا باید از بین بره. اگر معلمی بگه مثل بودا یگانه بنیانگذار در میان ادیان و مذاهب جهانی، یگانه بنیانگذار ادیان و مذاهب بود که میگفت سخنی را که من میگویم هرگز به جهت اینکه من بودا گفتم نباید بپذیرید، آزمون کنید، اگر خودتون دیدید درسته بپذیرید و الا واوزن ردش بکنید. اگر همه ما اینجوری بودیم، هر کدامون معلم در حد تعلیم و تربیت خودمون، من پدر فقط در حد تعلیم و تربیت فرزندان خودم، یک سیاستمدار در حد تعلیم و تربیتی که یه ملت رو داره میکنه، چون گفتم تعلیم و تربیت آگاهانه و ناآگاهانه داره صورت میگیره، خواسته و ناخواسته داره صورت میگیره، رهبران کشور هم دارن تعلیم و تربیت میدن مردمشون رو، سیاستمداران، رجال سیاسی، توجه میکنه. اگر همه اینها بگن تا وقتی سخنی که ما میگوییم مستدل به دلیل نیست، هیچ کدامتون نپذیرید، اون وقت بزرگترین ملات زندگی اجتماعی پدید میاد، زندگی اجتماعی همبستگی پیدا میکنه. اخلاقی بودن تعلیم و تربیت به اینه که دائما معلم و مربی بتونه خودش رو کنار بکشه و بگه حالا شماها قبول دارید که الف به اس یا نه، با اینکه خودش رو کنار کشیده بگن بله قبول دارید. مثل معلم ریاضیه که اگر معلم ریاضی اومد با یک استدلال قانع کننده هندسی نشون داد که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، به طوری که دانش آموزان تو هر گام استدلال که دقت کردن دیدن خطایی وجود نداره و تو هر مقدمه استدلال هم که نگاه کردن دیدن مقدمه کاذبی وجود نداره، اون وقت از اون به بعد همشون معتقد میشن مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، ولو معلمه بعد از این اثبات بگه من قبول ندارم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، میگن میخوای قبول داشته باشی میخوای قبول نداشته باشی. ما خودمون با تمام وجودمون فهمیدیم که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. معلم اخلاقی، مربی اخلاقی باید خودش رو از صحنه بیرون ببره، از اون بکگراند آموزشی ببره بیرون، بگه اگر من نباشم قبول دارید الف به اس یا نه، اگه گفتن بله معلوم میشه الف به اس رو بر اساس فهم خودشون، یعنی بر اساس نیروی استدلالگر خودشون دریافت کردن. حالا توضیحات بیشتر از این من دیگه نمیتونم اینجا بدم. اینا نکته دیگه. نکته بعدی که من یادداشت کردم خدمت دوستان بگم اینه که تعلیم و تربیت باید در هر سه قسمت زندگی انجام بگیره. هر سه قسمت زندگی تعلیم و تربیت. ما در تمام زندگیمون، در هر آنی از آنات زندگیمون مشغول یکی از ست فعالیتی. ما برای هر ستاش نیاز به تعلیم و تربیت داریم. انسان اخلاقی هر ستای اینا رو به شاگرد خودش یاد میده. یک قسم از فعالیتایی که ما تو زندگی میکنیم اسم شغل حرفه است. شغل حرفه مجموعه همه فعالیت‌هایی است که من فقط برای کسب درآمد
بهشون مشغولم. اینا رو بهشون میگیم شغل و حرفه. درست؟ یک دسته. یک دسته فعالیت ها هست که من از طریقش کسب درآمد نمی کنم مطلقا، بلکه هرچه درآمد کسب کردم از راه اول میریزم به پای این فعالیت های قسم دوم. اونا بهش میگیم فعالیت های علق پردازانه، فعالیت هایی که نیاز عمیق روحی و روانی ما انجام دادن اون فعالیت هاست. اینا فعالیت های علق پردازانند که همونطور که گفتم درآمدی کسب نمی کنیم از اون طریق، بلکه همه درآمدمون رو به پای این فعالیت ها میریزیم. اگر من علقم عمیقا به رمان خوندنه، علقم به کوهنوردیه، علقم به شطرنج بازیه، علقم به عبادته، علقم به جهانگردیه، به هر کدام از اینها اگر علقه‌ای دارم، تا این علقه ارضا نشود من یک نقصان شخصیتی منشی دارم. این فعالیت‌های علقه پردازانه فعالیت‌های بسیار مهمی هستند در زندگی. این هم قسم دوم فعالیت‌های ماست. یک نوع فعالیت سوم ما در زندگی داریم و اون فعالیت‌های رایگان بخشانه است. در این فعالیت‌های رایگان بخشانه دیگه من از خودم اومدم بیرون. نه کسب درآمد می‌کنم، کما اینکه از طریق شغل و حرفه می‌کردم، نه علقه پردازی می‌کنم، بلکه میام بدون هیچ مزد و منتی و بدون هیچ گونه توقع پاداشی میام به هم نوعان خودم مجانا کمک میکنم، یا خدمت میکنم، یا کمک و خدمت با هم میکنم. اینا بهش میگیم رایگان بخشی. مسئله بر سر اینه که زندگی هر کسی تا این ستا درش هر ستا به صورت متوازن وجود نداشته باشه زندگی سالمی نخواهد بود. زندگی سالم هم زندگی است که درش شغل و حرفه بهش توجه میشه، هم زندگی است که درش به رایگان بخشی ها به علق پردازی ها توجه میشه، و هم زندگی که درش به رایگان بخشی ها توجه میشه. یک معلم و مربی اخلاقی کسی است که هر ستای اینها را آموزش میده، هر ستای اینها پرورش میده دانش آموز خودش رو. به دلیلی که اگر یکی از این ستا در من بزرگ شد و اون دو تای دیگه در من بزرگ نشد، یکی از این ستا در من درست پرورده شد و اون دو تای دیگه در من درست پرورده نشد، من انسان سالمی نخواهم بود. قناعت میکنید؟ حتی اگر برای اخلاق هم ارزش قائل نباشم، خوشی زندگیم هم تأمین نخواهد شد. و بنابراین اگر معلم اخلاقی باشه، مربی اخلاقی باشه، باید بگه تو برای شغل و حرفت این گونه باید تربیت پیدا کنی، برای رایگان بخشی هات این گونه، و برای علق پردازی هات این گونه. این هم یکی بود. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه که در آموزش پرورش اون چیزی که اهمیت داره اینه که این چهار تا سرمایه‌ای که ما در زندگی داریم باید هر چهار تا در بابش به ما درس داده بشه از قبل معلمانمون، از قبل مربیانمون. ما در واقع با چهار دست سرمایه زندگی میکنیم. دیدید که تو بازار آدم وقتی میره باید بالاخره یه پولی داشته باشه، یا یه کاری به جای پول داشته باشه، و با اون کارش وارد داد و ستد میشه، یا با اون سرمایهش با اون پولش وارد داد و ستد میشه. هر کدام از ما وقتی وارد زندگی میشیم با چهار تا سرمایه وارد زندگی میشه. توجه میکنید؟ این چهار تا سرمایه مجموعاً وقتی اجزایشون رو بگیم میشن 11 تا سرمایه. ولی من الان میخوام بگم چهار تا سرمایه. اولی سرمایه داشته های ماست که یکی بیشتر نیست و اونو ثروته. ثروت های مادی سرمایه است که ما تو زندگی داریم و باش داد و ستد میکنیم، کنش و واکنش اجتماعی میکنیم، تعاملات و تعارفات اجتماعیمون بر اساس ثروتمون هست. این از مقوله داشته هاست، یعنی ثروت. بعد از داشته 5 تا چیز داریم که از مقوله داشته ها نیستن، از مقوله نموده هاست. ما 5 تا نمود اجتماعی هم داریم که اونا هم سرمایه های ما هستن. یکی شهرته، یکی قدرته، یکی احترامه، یکی آبروه و یکی محبوبیت. این 5 تا داشته نیستن، نمودند. یعنی چه نمودند؟ یعنی من اینا رو ندارم، اما تو اذهان شما این دارای این چیزها جلوه میکنم. من تو اذهان شما مشهورم، تو اذهان شما قدرت دارم، تو اذهان شما محبوبیت دارم، تو اذهان شما احترام دارم، تو اذهان شما آبرو دارم. اینا 5 تا چیزی که من دارم، اینا در واقع
پنج تا نموده منه. من با این نموده ها هم داد و ستد میکنم. دیدید خیلی وقتا در زندگی اجتماعی از احترامش استفاده میکنه و کارا رو حل و فصل میکنه، از آبرویی که داره استفاده میکنه و امور رو فیصله میده. ما از این پنج تا استفاده میکنیم. اینم در باب پنج. دو تا چیز دیگه هم دارم که از مقوله کرده هاست، نه از مقوله داشته هاست و نه از مقوله نموده ها، بلکه از مقوله کرده هاست و اون گفتار کردارمه. گفتار کردارم هم دو تا سرمایه منه و سه تا سرمایه هم دارم که از مقوله بوده های منه. با اون عبارتند از باورهای من، احساسات و عواطف من و خواسته های من. ما 11 تا سرمایه داریم که این 11 تا سرمایه هم دیگه گفتم یکیش از مقوله داشته هاست یعنی ثروت، 5 تاش از مقوله نموده هاست یعنی شهرت، یعنی قدرت، یعنی احترام، یعنی آبرو و یعنی محبوبیت. دو تاش از مقوله کرده هاست، گفتار و کردار. و سه تاش هم از مقوله بوده های منه. بوده های من باورهای منن و احساسات و عواطف منن و خواسته های من. ما این 11 تا سرمایه رو با درجات مختلفی داریم و وارد زندگی میشیم. با این سرمایه هاست که من چیزی میدم، چیزی میگم، سرمایه گذاری میکنم، یه سود میبرم، یه زیان میکنم. قهرهامون، آشتیهامون، پیوندهای خانوادگیمون، زناشوییهامون، همکاریهامون، خویشاوندیهامون، همه چیز بر اساس این 11 تا سرمایه صورت میگیره. یک تعلیم و تربیت، یک معلم و مربی اخلاقی باید این 11 تا رو به ترتیب اهمیت واقعیشون یاد بده، نه به ترتیب اهمیت ظاهریشون به شاگرد خودش یاد بده. یعنی باید به شاگردش بگه در میان این 11 تا مهمترین اون سرمایه داته، بعد سرمایه بعدی، بعد سرمایه بعدی. این ترتیبی که من الان اسم بردم که اول گفتم ثروت، بعد گفتم شهرت، بعد گفتم قدرت، بعد گفتم احترام، بعد گفتم آبرو، بعد محبوبیت، بعد گفتار، بعد کردار و بعدم از باورها، احساسات و عواطف و خواسته ها اسم بردن. این تقریبا ترتیبی است که ما به این ترتیب فکر میکنیم چیزا اهمیت دارن. فکر میکنیم مهمترین ثروته. فکر میکنیم و بعد از ثروت فکر میکنیم شهرت خیلی مهمه و بعد فکر میکنیم قدرت. ما درست به همین ترتیبی که ما معمولا فکر میکنیم، ولی کسانی که در روانشناسی اجتماعی و در علم الاخلاق اجتماعی کار کردن نشون دادن که درست ترتیب عکسه و معلم و مربی واقعی کسی که این 11 تا سرمایه رو به درجه اهمیت واقعی که در زندگی من و تو دارند تنظیم بکنه. نمیدونی. و اما ویژگی آخر تعلیم و تربیت از دیدگاه من اینه که تعلیم و تربیت وقتی اخلاقیه که متعلم و متربی بعد از اینکه از زیر دست من معلم و مربی اومد بیرون، کمترین مرزها رو بین خودش و سایر انسانها ببینه. هرچه شاگردان من بین خودشون و سایر انسانها مرزهای کمتری قائل باشن، من تعلیم و تربیتم اخلاقی تر. تعلیم و تربیت هایی که وقتی شاگرد از زیر دست معلمان و مربیان اون تعلیم و تربیت ها میاد بیرون، دائما میبینه که من با این هم رنگ نیستم، با این هم قوم و قبیله نیستم، با این هم کیش و آیین نیستم، با این هم جناح سیاسی نیستم، با این هم طبقه اجتماعی نیستم و دائما میبینه با همه انسان‌ها مرز داره. اگر با شما در این جهت مرز ندارم، در یه جهت دیگه مرز دارم و اگر با اون کس در این جهت که با شما مرز دارم با اون مرز ندارم، عوضش در یه جهت دیگه با اون مرز دارم که با شما ندارم. و خلاصه من وقتی با شما نگاه میکنم میبینم من با شما مرز دارم. هر چه تعلیم و تربیت ها مرزهای انسان ها رو کم رنگ تر و کم رنگ تر و کم رنگ تر بکنن، تعلیم و تربیت های اخلاقی تری خواهند بود، به دلیل اینکه پر رنگ شدن مرزها نه به سود فرد و نه به سود جامعه است که متشکل از یه چنین افرادیه. این مجموعه چیزی بود که می‌خواستم بگم، ولی هیچ کدامش نتونستم بحثی که دلم می‌خواست در بابش رو بکنم. بسلام.